احتمال اعلام غنی به حیث رئیس جمهور دور دوم. احتمال اینکه خلیلزاد برای بار دیگر شکست بخورد وجود دارد. گزارش های فاش شده می رسانند که غنی در آستانه شروع فاز دوم پروژه خلیلزاد به شرط اعلام نتایج انتخابات به نفع تیم دولتساز با خواست طالبان، پاکستان و آمریکا موافقت کرده است. این در حالی است که مدارک از برنده شدن عبدالله خبر می دهد. اگرچه غنی یک مهره آزمایش شده و تقریبا شناخته شده است، اگر قرار باشد این دور ریاست جمهوری یک دوره گذرا و کوتاه باشد، پس آمریکایی‌ها بیشتر ترجیح خواهند داد که با غنی کار کنند تا عبدالله، چون این دور ریاست جمهوری بعد از مذاکره و آتش بس با طالبان رو به زوال خواهد رفت. اتحاد بین عطا محمد نور و تیم دولتساز امری تصادفی نبود. 12 کاندیدای دیگر هم تا امری ثانی نگه داشته شدند. دکتر عبدالله از این جریان مطلع است. همزمان موارد بیشتری از تقلب مستندسازی شده از سوی تیم دولتساز فاش شده. عبدالله با دام تلخ سکوت مصلحتی را زیر زبان نگه داشته است. سکوت و احتیاط همچنان ادامه خواهند یافت. دکتر عبدالله پیش را پیش موافقت کامل خودش را با از سرگیری مذاکرات بین خلیلزاد و طالبان با طرف های مربوطه اعلام کرده است. صحبت سفیر پاکستان با دکتر عبدالله در این زمینه بود تا در این باره اطمینان حاصل شود. با این حال مشخص نیست که آیا اجماع منطقه‌ای در این باره به دست آمده یا خیر. علی‌رغم تماس‌های ایران با طالبان به نمایندگی از هندی‌ها، در صورت رفتن اوضاع به بحران و عدم همکاری کشورهای خاورمیانه و خلیج، خطر این که ماموریت خلیلزاد برای بار دوم هم نتیجه‌ای در پی نداشته باشد دور از ذهن نیست. وزیر خارجه هند دو روز پیش آشکارا در واشنگتن نسبت به تلاش‌های آمریکا در آوردن تغییرات در افغانستان شک و تردید خود را نشان داده است. باز مانند همیشه باید منتظر تصمیم آمریکا باشیم تا چه کسی را به عنوان رئیس جمهور افغانستان انتخاب می‌کند.